آبی سیدی یک زوزنقه متساوی و ساقین است که آدی و بیسی ساقه آن هستند و سیدی دو برابر آبی است اگر از ام نقطه وسط سیدی به آبی وصل کنیم در این صورت کدام یک از گزینه‌های زیر همواره درست است خب دقت کن ببین یه شکل به ما داده حالا بعد راجبش قضاوت کنیم قبل از هر چیزی من یه گلگی از همه بچه ها بکنم یکی از نقطه ضعف‌های همه بچه‌های ما الان اینه وقتی بهش میگی هیچ حرفی واسه گفتن نداره وقتی میگی لوزی هیچ چی نمیتونه واسه بگه میگی مستطیل هیچ جمله‌ای به زبونش نمیاد ببین وقتی میگه زوزنقه متساوی و ساقین داره بهت یه کد میده داره بهت گرا میده ببین حواست به یه جایی باشه ها خب اه... کی میدونه تعریف زوزنقه چیه الان من که شماها رو اه... نمیبینم صداتون رو نمیشنوم خودتون قضاوت کنی کدوماتون تعریف زوزنقه رو بلدید توی یه جمله توی یه جمله زوزنقه چیه من برات میگم خودت قضاوت کن ببین چه جوری تعریف کردی زوزنقه شکلیه که فقط و فقط دو ضلع موازی داره دو ضلع موازی داره ببین میگن زوزنقه این چه میگه متساوی ساقه یعنی دو تا هم برابره ولی خود زوزنقه یعنی دو تا زل موازی داره و فقط دو تا زل موازی داره یعنی این دو تا موازی نیستن اگه جفتش موازی باشه میشه متوازی و الازلا زوزنقه میشه فقط دو تا زل موازی داره این تعریف به دردمون میخوره اینجا بهت گفته که ازش استفاده کنه چرا چون اگه زوزنقه یه همچین شکلی این به میگن زوزنقه یعنی تو این خط رو هر جوری که دیگه حالا اصلا اینا این به این رس کن اینا به این میگن زوزنقه دوتا خط موازی داره اگه زوزنقه داشتی این دوتا با هم موازی بود چه اتفاقی میفته اگه یه خط مورب داشتی میتونی از قضیه زد بری یعنی این شکلی بگی این زاویه با این زاویه برابر خب زوزنقه داره بهت میگه که ببین اگه اینجا یه زدی داره واسه درست میشه حواست باشه ها از زد استفاده کن میگم باشه پس اینجا اگه بخوام از زد استفاده کنم زاویه بی با زاویه ام برابر میشه یه اتفاق دیگه هم میفته من میتونم بگم این دوتا مثلث با هم هم نهشتن چرا؟ چون زل وسطشون هم اینجا با هم برابره این زل هم که خود سوال گفته با این برابره این زاویه هم که الان ما یاد گرفتیم از زوزنقه یه قضیه زده این با این برابره قضیه زد خطوط موازی و مورب بنابر حالت دو زل و زاویه بین دو تا مثلث با هم هم نشتن. حالا من همینی که شفای گفتم و دیگه ننوشتم یعنی MC با AB برابره MB با MB برابره و زاویه M با زاویه B برابره بنابراین سه تا دلیلی که گفتن دوتا تا هم نشتن حالا که این دوتا تا هم نشتن همه چیزشون با همه چیزشون برابره همه زاویه با هم همه ضلع با هم اتفاقی که میفته از اینجا میتونم بیام بگم BC بی هم با AM برابره از اینجا از این هم میتونم بیام بگم BC بی مساوی AM خب این یکی از نتایجی که میتونم بگیرم و اتفاقی هم که میفته میدونیم که یه چیزی دیگه هم سوال گفته گفته متساوی و ساقین سوال هدف داره از این چیزه که داره میگه میگه بی سی هم با چی برابره یادت باشه BC که ساق باشه با آدی هم برابره حالا تو بگو از اینجا به بعدش با تو بی سی با آم برابره بی سی با آدی هم برابره چه نتیجه میگیری خیلی ساده میگه حالا که BC با جفتشون برابره پس آهم با چی برابره با عادی برابره. خب یه همچین چیزی داریم تو گزینه ها بله همین ببین چقدر راحت میشه به جواب رسید به شرط آن که شما ویژگی های شکل تو تو ذهنت داشته باشی و توجه کنیم سوال که میگه زوزنقه متساوی و ساقین نگیم حالا یه چیزی گفته بیاین ببینیم خیلی از ها تمرکزشونو رو اینجاها در که خیلی از بار سوال رو همینجا کشید زوزنقه متساوی و ساقین حواسمون به تک تک سوالمون باشه